که در اعلان دیدید میخوام امروز روی 5 طریقی که خدا میخواد مسیر صحیح رو برای شما به وجود بیاره رو صحبت کنیم. ما تقریبا 25 دقیقه وقت داریم. در این 25 دقیقه میخوام به شما بگم که چقدر مهمه که ما در طریق صحیح روحانی قدم برداریم. وقتی به مسیح ایمان میاریم، وقتی او را به عنوان خداوند نجات دهنده خودمون میپذیریم، از زندگی تاریک و گناه‌آلود خودمون خارج میشیم، میایم تو مسیر و رابطه نزدیک و جدید با خالق و نجات دهندمون خداوند ما عیسی مسیح. این بسیار نیکو هستش. همه ما که ایماندار هستیم الان تعداد زیادی اینجا تشریف دارید و عزیزانی که بعدا احتمالا این پیامو میبینن، این تجربه رو داریم که چقدر زیباست که انگار از جاده خاکی وارد جاده اصلی میشیم و رابطه جدید و عالی ما با خدا برقرار میشه. این اراده خدا است. ولی گاهی وقتا برای ما اتفاق میفته، برای انبیا هم اتفاق افتاد. وقتی شما در عهد عتیق نگاه میکنید، حتی در عهد جدید نگاه میکنید، میبینید که گاهی وقتا اونها هم از مسیر خارج شدن. کلام خدا در عبرانیان میگه خدا کسی که دوست داره تنبیه میکنه که چی اگه از مسیر دور شدن، برگردن به مسیر اصلی خودشون، برگردن به اون رابطه یا مسیری که خدا در واقع برای اونها در نظر داره. به طور مثال ایلیا رو میبینیم، ایلیا مرد خدا که میبینیم 400 نبی کاذب رو در اون نبردی که در کتاب اول پادشاهان نوشته شده میبینیم که پیروز میشه، غلبه پیدا میکنه و بسیار از اونها کشته میشن، بیش از 400 نفر کشته میشن. ولی همین ایلیا بعد میبینیم که چند آیه جلوتر از مسیر خارج میشه، در بیابان سرش رو میذاره لای دو تا پاش، گریه میکنه خدای کجا هستی و در واقع اعتراض میکنه. راجع به موسی میبینیم، راجع به یونس میبینیم، راجع به افراد مختلف. ما هم از اونها کمتر نیستیم. ما تو این جست زندگی میکنیم، فرقش اینه که ما در عهد جدید هستیم ولی باز در جست زندگی میکنیم. ولی در این دنیا امکان وجود داره که ما از این مسیر الهی که خدا برای ما در نظر داره خارج بشیم. چگونه حالا میشه به این مسیر واقعی که خدا برای ما در نظر داره بریم؟ اولا 5 نکته رو به شما میگم، میتونید بنویسید، به فیض خود در آینده فرصت موقعیت پیش بیاد که ما موارد رو اینجا بذاریم شما ببینید در این صفحه تلویزیون. اما قبل از اون میخوام یه سوالی از شما بکنم. وقتی به زندگی روحانی خودتون نگاه میکنید، آیا میتونید صادقانه به خودتون بگید که من در مسیر صحیح الهی زندگی میکنم؟ نمیخوام اینجا بنویسید. آیا در مسیر صحیح الهی زندگی میکنید؟ آیا وقتی به 4 انجیل نگاه میکنید، به کتاب مقدس نگاه میکنید، وقتی به زندگی خداوند ما عیسی مسیح، افراد مثل پولس نگاه میکنید، آیا در اون مسیر صحیح هستی؟ نمیخوام با افکار خودمون به جواب بدیم. شاید ما نسبت به خودمون خیلی محبت زیاد داریم، به خودمون نمره خوب بدیم، ولی واقعیت اینه، آیا در مسیر درست گام بر می‌داریم؟ خدا میخواد که ما در مسیر صحیح باشیم. در کلامش میگه گوسفندان من، ما بگیم گله، ما بگیم فرزندان من، آواز منو میشنون. اونها میدونن از کدوم مسیر برن، اونها مال من هستن. پس خدا میخواد که ما در مسیر صحیح قدم برداریم، خدا میخواد که ما در مسیر صحیح باشیم و او هر کاری میکنه، او هر کارو کرده که ما در مسیر صحیح باشیم. اولین چیزی که میخوام اینجا با هم راجعش صحبت کنیم اینه که خدا جهت تغییرات لازم زندگی روحانی ما نیازهای لازم رو به وجود میاره. اون المنت ها، اون موارد مهم رو به وجود میاره. اینجوری نیست که خدا هم بگه از عقب من بیایید و ما رو به حال خودمون رها کنه. او به ما کلیسا رو داده، او به ما روح القدس رو داده، او به ما عطایا رو داده که ما در مسیر درست قدم برداریم. اسم خداوند ما چی هستش؟ یهوه یری یا یایرا هستش. او خدای خارق‌العاده‌ای هستش، خدای معجزات هستش، خدایی است که در مورد او هیچ خطایی وجود نداره. این باید برای ما جا بیفته، ملکه ذهن ما بشه که خدای ما خدای درستی هستش. و این فکر غلط، این تعلیم غلط که میشنویم، حالا در واقع در اطراف ما هستن، در تعالیم دروغین هستن
که خدا تو رو فراموش کرده، خدا به فکر تو نیستش، اصلا خدای وجود نداره. همین دو شب پیش که با این عزیز صحبت میکردیم، بچهشون که حالا 18 ساله شده به جای رسیده که میگه اصلا خدا هست. تو این دانشگاه های سکولر و دنیوی این چیزها رو گاهی وقتا درس میدن، تو این شبکه های تلویزیونی، تو این فیلم هایی که هالیوود درست میکنه، بالیوود درست میکنه، اونایی که خیلی چاخانن دیگه، هندیا، این تعلیم غلط رو میدن. اصلا خدا هست؟ شاید تعریف خدا رو اشتباه میدن، ولی کتاب مقدس ما میگه خدا خدای خارق العاده هستش، خدا خدای پر از محبت هست. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، به ما میگوید که خداوند مهیا کننده هستش. او به ما نشون میده، او برای فرزندان خود، برای گله خود تدارک میبینه و تمامی احتیاجات ما رو رفع میکنه. یک حقیقت مهمیه که خدای ما خدای مهیا کننده هستش. پس جهت تغییرات، برای اینکه به مسیر صحیح بیایم، او هر المنتی رو، هر چیز لازمی رو تدارک میبینه. در متی 6 آیه 31 تا 34 عیسی مسیح داره صحبت میکنه. پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید. پس امکان داره مشکل خوراک باشه، مشکل پوشاک باشه، همه چی خوب نباشه. الان چقدر مواد غذایی تو ایران گرون شده، نه؟ برای ما که باید بریم اینجا امور پزشکی باشه، شاید قیمت ها خیلی بالا باشه. ولی عیسی چی میگه؟ عیسی میگه قصه نخورید، چون به ایمانان درباره این چیزا دائما فکر میکنن. پس اگر من دائما دارم به این فکر میکنم چرا مشکل من اینجوریه، چرا درد من اینجوریه، چرا احتیاجات من برآورده نمیشه، ای خدایا کمک کن نیاز من برآورده بشه، من جزو اون گروه قرار میگیرم، اون دسته قرار میگیرم که بی ایمان هستم. خداوند از ما انتظار داره که ما ایماندار باشیم، از ما انتظار داره که به عنوان فرزندان او، به آنچه که او هست، چرا که در این سرود خوانیم، اعتماد داشته باشیم. شاید گاهی وقتا خدا اجازه میده که اتفاقات برای ما بیفته، شرایط سخت بشه، جوابها نیاد، نیازها برآورده نشه، که به او اعتماد کنه. او مردم آزار نیست. شاید خدا چند لحظه صبر بکنه ببینه که واکنش ما چی هستش، ولی او تدارک بیننده است. میگه بی ایمانان اینگونه فکر میکنن دائما و اینگونه سخن میگن. پس یه خودکار باید بردارید، من خودکارم اینجاست، یه خودکار باید بردارید بنویسید آیا در این مورد که من دارم حرف میزنم، قصه میخورم، هی اونا رو تکرار میکنم، من به صورت بی ایمانی دارم برخورد میکنم، من بی ایمان هستم، یا اینکه نه، من دارم خدا رو جلال میدم. من قبلا گفتم این جمله دیگه از منه دیگه قبلا گفتم راجب هر چیزی که فکر میکنی و حرف میزنی نشان دهنده اینه که تو کجا هستی. راجب اون چیزی که اینقدر حرف میزنی و فکر میکنی، اینقدر دعا میکنی، اینقدر دعا میکنی در حضور خدا، اینقدر میسی در حضور خدا، بگی خدا من در این مورد، در این مسئله، تو خدای من هستی، تو خدای برتر، تو خدای برتر از این آتش بالای خونه ما و پایین خونه ما و برتر از درد من، مشکل من، سختی من، مسئله مالی من هستی. عیسی مسیح میگه شما با ایشان فرق دارید، شما با ایشان فرق دارید. به خودت بگو من با ایشان فرق دارم، من دیگه بیمار نیستم. یه زمانی بیمار بودم، یه زمانی مذهبی بودم، یه زمانی گناهکار بودم، ولی من امروز فرزند خدا هستم. شما با ایشان فرق دارید، شما دیگه جزء اون دست و گروه نیستید، شما فرزند خدا هستید. پدر آسمانی شما کاملا میداند. حواست کجاست؟ پدر آسمانی شما کاملا میداند، او با خبره، او میدونه شما به چه نیاز دارید. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه نیازهای شما را برآورده خواهد کرد. خدا رو شکر او سلوشن هم به ما میده، پاسخ رو هم به ما میده، راه چاره هم میده. میگه به جای که به این مشکل فکر بکنی، بیا نام خدا رو جلال بده در پی پیشبرد ملکوت. میدونی چرا گاهی وقتا ما اینقدر
افسرده میشیم و ناامید میشیم، برای اینکه به جای اینکه خدمت بکنیم فکر ما روی چیزاست. ببین فیفی رفت اینجوری شد، ببین زیزی رفت به این مسئله رسید، من هنوز نرسیدم. فکر تو از روی اون هدفی که داری برداشتی گذاشتی روی اون مسائل و مشکلات و شرایطی که در اطراف تو هستش. زندگی ما کوتاست، عمر ما کوتاست، ما نمیتونیم به عنوان فرزندان خدا روی این زمین همش در اندیشه این چیزا باشیم. ما برای یک مأموریت روی این زمین هستیم، برای یه هدف روی این زمین هستیم. خدا شکر که درس بخونید. الان ما عزیزان تحصیل کرده در بیان خودمون دارم بهتون افتخار میکنم. یکی از خواهرامون چند روز پیش من گفت من دانشگاهمو تمام کردم. بیوتیفول، عالیه. پسر ما 27 ساله شده داره ازدواج میکنه، اون یکی دیگه دانش، عالیه، ولی هدف نیست. اینو باید تغییر بدیم. هدف ما چیز دیگه ایه. ما برای دلیل دیگه خلق شده ایم. اگر بتونیم به این چیزا برسیم چه بهتر، چه عالیتر. ما به خادمین تحصیل کرده، به زوجای مسیحی تحصیل کرده، به جوانان تحصیل کرده، به افراد موفق احتیاج داریم، چقدر بهتر. ولی هدف ما موفقیت نیست، هدف ما اوست. هللویا، هدف ما اوست. مسیح میفرماید که به ملکوت و عدالت او دل ببندید، نه به این چیزه. میدونیم ما چون به ملکوت و دل نمیبندیم اینقدر مشکل داریم، چون مقایسه ما، تفکر ما بر اساس اون چیزی که در این دنیا هستش. او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. داره قول میده. چند نفر میدونی عیسی مسیح دروغ نمیگه؟ او همه نیازهای شما را برآورده خواهد کرد. اگه بری باشگاه بعد چند وقت بدنت خوب میشه، ها؟ بعد چند وقت که شما رژیم میگیرید و تلاش میکنید به اون ایدئالتون میرسید. اگه این داروها رو بخوری به این ایدئال میرسید. کلام خدا میگه اگر به ملکوت او دل بندید، به عدالت او دل بندید، شما به نتیجه میرسید. پس قصه فردا را نخورید. میتونید بگید چند لحظه؟ من قول میدم قصه فردا را نخورم. من تصمیم میگیرم قصه فردا را نخورم. چون خدا در فکر فردای شما نیز میباشد. مشکلات هر روز برای همان روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز با هم بیافزاییم. ترجمه قشنگیه. داره فارسی حرف میزنه. خیلی شیوا داره به ما میگه. پس خداوند قول داده که در زندگی روحانی ما، برای که ما در مسیر درست باشیم، نیازهای لازم رو به ما عطا بکنه. میتونید بگید باور میکنم، دریافت میکنم. دوم، خدا جهت تغییرات لازم زندگی روحانی ما یک فکر ماندگار به ما عطا میکنه. هللویا، یک فکر ماندگار. چقدر شده ما در طی روز، در طی زندگی اون فکرمون بالا پایین میشه. امروز میگیم این آیپد رو بخرم، فردا میگیم چرا خریدم، ولش کن، اشتباه کردم. این کت رو بخرم، چقدر قشنگ، فردا میگیم به من نمیاد که بریم که دیگه بخرم. فکرای ما ماندگار نیست، ولی فکر خداوند فکر ماندگاریست و اون میخواد فکر ماندگار رو به ما عطا بکنه. آن فکر ماندگار رو وقتی به خدا، با خدا رابطه تنگاتنگی داریم، خدا توسط روح قدس خود فکر مسیر رو به ما عطا میکنه و ما را هدایت میکنه. آن فکر ماندگار، آن فکر ماندگار، آن چیزی که آسمانی است نه زمینی. هیچ چیز نیکو روی زمین نیست دوستان عزیز، چون این زمین در شریر خوابیده. آن چیز نیکو از آسمان میاد، یعقوب میگه بالاتر از ما هستش. پس آن فکر ماندگار رو به ما میده. بسیار اهمیت داره که فکر الهی رو داشته باشیم، مانند او به اوضاع زندگی خودمون و شرایط اطرافمون فکر کنیم و نگاه کنیم و فکر کنیم. بسیار مهمه از او هدایت بشیم. بسیار مهمه گوشمون آشنا باشه به صدای او. خداوند از او چی میگی؟ هدفت چیه؟ برنامه‌ت چیه؟ من دارم با تو مشورت میکنم. تو خالق من هستی، تو نجات دهنده من هستی. چه چیزی درسته؟ این آن چیزیست که مد نظر خدا هستش. ما از آن خود نیستیم. موعظه یک شنبه من خواهد بود. ما مال خودمون نیستیم.
و چون مال خودمون نیستیم، باید از آن او که هستیم بر طبق آنچه که او فکر میکنه و مد نظرش هستش عمل کنیم و رفتار کنیم. پس خداوند میخواد در این مسیر صحیح برای زندگی روحانی ما یک فکر ماندگار بده، فکر آسمانی بده، آن فکری که برای خودش هست، در خودش هست. در واقع میخواد فکر خودش رو ما بده. من برای خلق این کامپیوتر فکر خودم رو میدم. ای کامپیوتر، تو باید از این بعد این پروگرام رو انجام بدی. درسته؟ من خالقشم دیگه. خداوند ما رو خلق کرده و تنها بر وقف فکر اوست که ما میتونیم در مسیر درست و صحیح قدم برداریم. پس خودمون رو باید عادت بدیم. فکر خدا در کلامش هست. فکر خدا تغییر نمیکنه. دنبال چیز دیگه نگردید. نرید دنبال حافظ و سعدی و نمیدونم افرادی که انسانی هستن. خدا رو شکر برای چیزهای مثبت که داشتن رو دارن. شما هم دارید. شاید شما بهترش رو داشته باشه. شما بیشترش رو داشته باشه. بلکه به آنچه که او در نظر داره، آنچه که او میگه توجه بکنیم. سوم، پس اولی چی بود؟ اولی اینه که در جهت تغییرات لازم مسیر که در اون هستیم نیازهای لازم رو خدا وجود میاره. دوم، فکر ما نگار میده. سوم، جهت تغییرات لازم زندگی ما سایرین را نیز در سر راه ما و کنار ما قرار میده. او میدونه که ما تنهایی نمیتونیم این کارو بکنیم. او میدونه که ما به کمک احتیاج داریم. کلیسا یعنی جمع فراخوانده شدگان، کسانی که دعوت شدن. درسای نوکیشان یادتونه با من گذرنید؟ دعوت شدن، بیایید. ما فراخوانده شدیم، ما فراخوانده شدیم با هم باشیم. ما فراخوانده نشدیم مزمور یک با غیر ایماندارا باشیم. ما در این دنیا زندگی میکنیم، ما مأموریتی داریم، بعد انجیل رو موعظه کنیم، بعد شاهد باشیم، بعد نمونه باشیم. آمین. همینا رو میدونم. ولی ما خوانده شدیم با هم به عنوان قوم خدا، به عنوان کسانی که با خون بره خریده شدن، با هم وصل شدن. با هم این مسیر رو بریم جلو. زندگی مسیح زندگی گروهی و تیمی هستش و نه زندگی انفرادی. این هفته فکر میکردم آیا من حاضرم برای آن چیزی که در نظر داره خدا برای پیشبرد ملکوتش در میان ایرانی ها از خیلی چیزی که خودم فکر میکنم درسته کوتاهی ها و آن چیزی رو انجام بدم، طبق اون چیزی باشم که کمک میکنه برای پیشبرد اون. ما با تیم هست، با کلیسا هست که میتونیم برنامه خدا را در زندگی روحانی خودمون و کشور عزیز ما در میان مردم ما کامل کنه. پس برای این تغییر، برای اینکه در مسیر درست بریم جلو، خداوند سایر هم قرار داده. شما به تنهایی نمیتونی مسیحی باشی. من به تنهایی نمیتونم مسیحی باشم. ما اعضای یک بدن هستیم. این بدن به هم مربوط هستن. من به دستام احتیاج دارم. من به چشمام احتیاج دارم، به گوشم احتیاج دارم، به زبانم احتیاج دارم. شما احتیاج دارید. در بدن مسیح ما به هم احتیاج داریم. ایماندارا و خادمینی که غیر از این موضع میکنن از هدف نهایی کلام خدا به دور هستن. از هدف نهایی کلام خدا به دور هستن. اونا نفهمیدن تیم چیه، اونا نفهمیدن کلیسا چیه. آه من تنهایی میتونم، روح قدس هست. اشتباست. چون روح قدس کلیسا رو قرار میده، چون روح قدس عطایا رو میده، چون روح قدس با کلیسا کار میکنه، نه با یک نفر. شما زندگی پولس رسول رو بخونید در اعمال رسولان یا در حتی رسالاش، هر جا میرفت یه تیم گروه کلیسا متشکرم برام دعا میکنید، متشکرم به نیازهای منو برآورده میکنید، متشکرم به فکر من هستید، متشکرم که با من آمدید. تیمی کار میکنه. خدا میخواد در این مسیر ما با تیم بریم جلو، با تیم موفق بشیم. چهارم، خدا جهت تغییرات لازم زندگی ما برای مسیر درست شفقت لازم رو به ما عطا میکنه. ما به شفقت احتیاج داریم. اگه ما شفقت نداشته باشیم راجع به آن چیزی که برنامه داریم،
حتما ازش کوتاه میایم، حتما عقب نشینی میکنیم، حتما خسته خاطر میشیم. خدا میخواد به ما اون شفقت لازم رو بده، آن شفقتی که کمک میکنه که ما در مسیر درست باشیم. شفقت چی میگه؟ شفقت اینه میگه که من میخوام که اراده خدا رو در زندگیم انجام بدم. شفقت میگه کشور من نیاز داره، دنیای من نیاز داره، بدون مسیر نمیتونه بره جلو و من باید در این مسیر باشم. اون شفقته کمک میکنه که از اون چیزهای خودخواهانه و خودمحورانه خودم دست بکشم. باور کن برای من مسجم شده که ما در نسل زندگی میکنیم که بسیار به فکر خودشون هستن، به فکر خودشون. من چطوری میتونم این له کنم برم جلو؟ من چطوری میتونم پیشرفت کنم؟ اصلا مهم نیست دیگران تو چه شرایطی هستن، برام مشخص شده. ولی آیا مسیح اینگونه بود؟ مسیح اینگونه نبود. فیلیپیان باب دو میگوید او آسمان رو ترک کرد، اومد زمین، خودش رو انکار کرد. خداوندی خیلی راحت نیست گفتنش. خودش رو انکار کرد تا اینکه من و تو رو به دست بیاره. پولس رسول میگه من همه چیزو فضلش بردم، همه چیزو ترک کردم. پشت بر جهان، رویم بر صلیب. میخوام که برای انجام اراده خدا همه چیزو زیر پام بگذارم. آیا ما حاضریم این کارو بکنیم؟ خدا میخواد شفقت داشتن نسبت به اراده او را که ما را مجاب بکنه در مسیر صحیح الهی گام برداریم و مطیع خدا بشیم رو به ما بده. در واقع خدا نمیخواد که ما یک مسیح بی تفاوتی باشیم. به من چه؟ من چی کارم؟ من چی کار میتونم بکنم؟ اتفاقا به تو مربوطه. مشکل تو به خاطر اینکه زیر فشارها هستی این هستش که به تو مربوطه و تو فکر نمی کنی بهش، نمیخوای بهش فکر بکنی. خدا میخواد اون شفقت رو بده. اگه شفقت داشته باشی در مسیر صحیح میری جلو، از مسیر نمیای بیرون. تیم باید برنده بشه، من نباید برنده بشم، حرف نباید حرف من باشه، بلکه تیم من، کلیسای من، رویای ما باید جلو بره. اینقدر بدم میاد که یک زن و شوهر بگه من چی فکر میکنم، من چی فکر میکنم، و اینقدر لذت برم که یک زوج برمیگم ما چی فکر میکنیم. اون جهنم اگر زوج با هم فکر نمی کنن. عزیزانی که میخواد ازدواج بکنید و به من تماس بگید، برادر ناتان ازدواج، شما بدون زوجتون نمیتونید برید جلو و موفق بشید. با تیم میشه رفت جلو. آن شفقت. و پنجم، خدا جهت تغییرات لازم زندگیتان تأیید مشورت الهی را عطا خواهد کرد. خدا رو شکر، خدا کلیسا داره گذاشته برای ما، شبان گذاشته، ایمانداران گذاشته. امثال سلیمان 11:14 میفرماید بی نقشه لشکر شکست بخوره. شما جزء لشکری، اگه نقشه نشته باشی شکست بخوری. اما از کثرت مشاوران پیروزی حاصل میگردن. یه خود مشورت پذیر باشیم، یه خود حرف گوش گم باشیم، سرکش نباشیم مثل پسر گم شده، حرف گوش گم باشیم و مشورت پذیر باشیم. خداوند متشکرم که کلیسا رو به من دادی، متشکرم که روح قدس رو به من دادی. منو کمک کن مطیع کلام تو بشم، مطیع اراده تو بشم. منو کمک کن در مسیر درست قدم بردارم. در این انتها با هم دعا بکنیم. خداوند منو کمک کن که در مسیر صحیح گام بردارم. نمیخوام از مسیر بیام بیرون. نمیخوام مثل اون عضو بدن باشم که از مسیر خارج میشه، به خاطر که از مسیر خارج میشه سرطان میاد، نابینا میشه، ناشنوا میشه، بیماری قلب پیدا میکنه. میخوام اون عضو باشم که در مسیر صحیح قدم برمیداره. منو در مسیر صحیح خودت قرار بده ای خدا من. منو از خودمحوریم آزاد کن. از اینکه همش به فکر اینم که من چی میشم، من به کجا میرسم، من قرار چه اتفاقی بیفته، من منو در مسیر درست قرار بده. دعا میکنم خداوند برای کلیسای تو، برای عزیزانی که الان با ما در دعا متحدن، برای عزیزانی که بعدن این فیلمو تماشا میکنن، کمک کنه ای خداوند
که کلیسای فارسی زبان در مسیر صحیح گام برداره، در مسیر درست قدم برداره. کمک کن ازدواج های مسیحی در مسیر درست باشه. کمک کن خداوند خدمات ما در مسیر درست باشه. ای خداوند کمک کن، ای خداوند که خواه بخوریم خواه بنوشیم خواه هر چه بکنیم برای جلال تو باشه. ای خداوند عزیز متشکرم، ای خداوند که اگرچه دنیا در تو نیست ما در تو و با تو هستیم، که تو با ما هستی ای خداوند، که ما تنها نیستیم ای خداوند عزیز. متشکرم ای خداوند در هر کدوم از این المنتایی که نیاز داریم ای خداوند، دعا میکنم که اراده تو کرده بشه در هر پنج تاش. حضور تو ما را در بر بگیره ای خداوند. برای عزیزانم برکت میطلبم، دعا میکنم هفته که پیش رو دارم پر از برکت پر از شادی با این پنج مورد گام بردارن زندگی بکنن و موفق باشن. ای خداوند کلام تو برکت بده، در نام قدوس مسیح دعا میکنیم. آمین آمین آمین. شادی خداوند با شما باشه تا هفته بعد که برمیگردیم در خدمتتون باشیم. شاد باشید.